حکمی آویختنی تومار باب درباره رقیه و تمیمه باب از شرک نه حلقه و نه رشته و استخوان سر گاو و چشم گرگ و نعل اسب چرخ ماشین ها بعضی لباس ها و بعضی نوشتجات ها و هیکل ماهی و شیر در خانه ها و یا در ماشین ها و متاهای سیاه و حلقه ها به شکل چشم حسود کننده و غیره ها. برادران مسلمانم، بعضی مردم را اگر سوال دهی که آیا تو مشرک هستی میگوید نه. خوب این کاری که تو کرده استاده ای و چیزهایی که به خانه ات و ماشینت و به حیواناتت آویزان کرده استاده ای، استخوان سر گاو و چشم گرگ را گذاشته ای و هم تو میگویی که اگر این چوب را در خود نگهداری به تو چشم نمی رسد. آیا چوب میتواند از ما چشم را دور کند؟ و رفتن شما به نزد بعضی درختان و یا چیزهایی که از داخل بحر است که آن را به خود و یا در خانه نگه می دارید و اعتقاد دارید که اینها بلا را دفع می کند، افسوس که بسیار مردم در چنین حالت هستند. کارهایی که در بالا ذکر کردیم یگان خیلی آن استثنا نیست، یگان خیلی آن را به حیوانات، فرزندان، ماشین ها و به هیچ چیز آویزان کردن جایز نیست. اگر صاحب ماشین و یا صاحب خانه اعتقاد کند که سر استخوان گاو به ذاتش تأثیر دارد، او می تواند منفعت ها را جلب کرده ضرر ها را دفع کند، پس این شرک اکبر است. و اگر اعتقاد کند که این تنها سبب جلب منفعت و دور کردن ضرر هاست، پس این شرک اصغر است. و اگر شخص جاهلی که نداند، همچنانه که در حدیث عمران آمده است، و یگان اعتقاد نداشته باشد ولی به دستش ریسمان ببندد، اگر پرسید که آن برای چی است، گوید که نمیدانم، به این یگان اعتقاد ندارم، پس ما میگویم که تو به گناه کبیره مبتلا گشته ای. این عمل تو از گناهان کبیره است، مانندی به مشرکان است، و تو با این عملت دری بدی ها را به مردم کشاده ای. بنابراین آویختن هر چیزی که با کدام شکل نباشد حرام است. مگر یک شخص کلان ساله میگوید که من در ماشین خود بعضی از ذکرها را آویزان کردم تا آن را خوانده حفظ بکنم، این هیچ باکی ندارد. اما آویختن دعای سفر و دعای سوار شدن به ماشین را آویزان نمی کنیم، بلکه آن را حفظ می کنیم و یا آن ورقه ها را داخل چیز می گذاریم. از مردم بعضی ها می گویند که قرآن را در ماشین گذاشتم تا به صدمه گرفتار نگردم. بر او می گویم که پیامبر صلی الله علیه و سلم شتر، اسب و خر داشتند، آیا به آنها چیز آویزان کردند؟ نه، زیرا می دانیم که بعضی ها به ماشین های خود قرآن را گرفتند، ولی به حادثه ها و به صدمه ها گرفتار شدند. گذشتگان اسلام نیست چنین چیزها را آویزان نمی کردند. الله سبحانه و تعالی قرآن را برای به ماشین گذاشتن و یا به فرزندان آویختن نازل ننموده است تا که قرآن را شما امتحان کنید. اما تومارهایی که از غیر قرآن باشد، پس آن شرک اکبر است. مگر آن تومارهایی که از قرآن باشد، آن محرم است. اگر توماری که از قرآن بود و به آن فرزندی ما به حاجت خانه در آمد، این حرام است. و اگر از غیر قرآن باشد، پس آن شرک است. عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه این عمل را محرم می دانستند، زیرا این سببی کشادن دری بدی هاست. بنابراین حالت آنهایی که تومارها را به خود گرفته می گردند سه حالت است: شرک اکبر و یا شرک اصغر و یا جاهلی که نمی داند لیکن سببی مانندی و یا کشادن دری بدی ها به گناه کبیره گرفتار شده است.